دوستان آمار کرونا جهان و ایران رو تا دیروز جمعه اول فروردین خدمتون تقدیم میکنم. همطوری که میبینید تعداد مبتلایان به ویروس کرونا جدید در جهان و ایران خیلی سریع رو به گسترش هستش. تا دیروز 265,976 نفر در دنیا مبتلا شدند. البته همیشه اینو یادآور میکنم که این آمار بر اساس آماری است که به بهداشت جهانی میرسه و همونطوری که میدونید رژیم ایران آماری رو که به بهداشت جهانی میفرسته آمار واقعی نیست و کمتر از 10% اون چه که واقعا در کشور ما میگذره منعکس میکنه. نمودارای ابتلا در قسمت آبی و مرگ و میر در سمت راست به رنگ نارنجی نشون میده که هر دو حالت فزاینده و صعودی شدیدی دارند. این هم 8 کشور صدرنشین جدول کرونا هستند که ایران با گزارشات نادرستی که به بهداشت جهانی میده به مقام 4 رسیده، در صورتی که در اصل مقام اول در دنیا رو داریم متاسفانه، چون تعداد مبتلایان اکنون بیش از 1.5 میلیون هستش در واقع، و حتی اونهایی هم که علامت دار میشن اگه حساب بکنید تعدادش حداقل 20 برابر اون چیزی هستش که حکومت داره اعلام میکنه، البته خیلی بیشتر از 20 برابر. به هر حال ایران در 24 ساعت گذشته 1237 مورد جدید رو اعلام کرده که البته به نظر میاد که در روزهای آینده بخواد اینو کاهش بده، چون میخواد مقام ایران رو در این جدول پایین تر ببره که نشون بده که مثلا خیلی خوب داره کار میکنه. در واقع اینطوری نیست، این کاملا خلاف واقع هستش. با همین آمار دروغینی که به بهداشت جهانی میدن، تعداد موارد فعال یعنی اکتیو کیسز، موارد فعالی که الان کرونا دارند، 11,466 مورد اعلام کرده، در صورتی که آمار مراکز بهداشتی 53,282 نفر هستش و موارد جدید تایید شده که دیروز اعلام شده از طرف حکومت 1,237 مورد اعلام شده، در صورتی که در آماری که از مراکز بهداشتی درمانی، رزمندگان نجات، پزشکان، پرستاران و پرسنل بهداشتی درمانی اینا رو میفرستن، 3,121 مورد جدید بوده در 24 ساعت گذشته و تعداد مرگ و میر کل بر اثر کرونا در ایران واقعا خیلی وضع جدی هستش. اونی که حکومت اعلام کرده 1,433 مورد بوده، در صورتی که تعدادی که از مراکز بهداشتی درمانی رسیده و اینا کسانی هستن که روی پروندهشون هم نوشتن بر اثر کرونا فوت کردن. حالا این جدا از اون کسانی است که توی پروندهشون علل مختلف می نویسن، مثل کهولت سن، بیماری های قلبی، بیماری های ریوی، کلیوی و خیلی چیزهای دیگه. کسی ممکنه بیماری قلبی داشته باشه ولی کرونا بگیره، ولی اینا همون بیماری قلبی رو می نویسن. یا کسی ممکنه یه بیماری کلیه داره که اصلا میتونه 10 سال دیگه زندگی کنه، 20 سال دیگه زندگی کنه، ولی اینا می نویسن بر اثر کرونا که فوت میکنه. اینا می نویسن این به دلیل بیماری کلیوی مثلا فوت کرده، یا انواع بیماری های دیگه. اینا فقط چند تا مثال هستش.
ولی با این وجود آماری که از مراکز بهداشتی رسیده 6188 مورد رو ثبت کردن رسما که اینا بر اثر کرونا فوت کردن در این چند ماهی که کرونا توی کشور ما شیوع پیدا کرده، که یک شیوع در واقع مصنوعی بود، شیوعی بود که عمدن حکومت خودش این کارو کرد، رژیم این کارو کرد به خاطر اینکه مردم چیزای دیگر رو فراموش کنن. اما ما فراموش نمی کنیم، ما جانبخشان آبان ماه رو فراموش نمی کنیم، ما مبارزات مردم رو فراموش نمی کنیم، ما جنگیدن برای یک زندگی بهتر و سعادتمند رو فراموش نمی کنیم و ما فراموش نمی کنیم که این رژیم قاتل و جنایتکار و اشغالگر چه بلایی بر سر مردم ما آورده و چه بلایی بر سر کشور آورده. و این آمار دروغینی رو که اعلام می کنن، اینا فقط برای اعلام هستش برای بهداشت جهانی، ولی ما مردم ایران می دونیم که اینا کاملا دروغه و ما تا به دست آوردن آزادی که از این رژیم باید بگذریم دست بر نمی داریم و حتما به مبارزه ادامه می دیم. مبارزه اشکال مختلف داره، از روز اول هم اعلام کردیم که ما به انواع مبارزات معتقد هستیم، نه به یک نوع و به یک شکل مبارزه. به همین دلیل هستش که ما غیر قابل پیشبینی برای حکومت داریم جلو می ریم و حتما امسال رو باید به سال پیروزی بر این رژیم اشغالگر ایران، این رژیم قاتل و جنایتکار تبدیل کنیم. پیروز باشید، تندرست و سلامت باشید و خودتونو حتما از کرونا دور نگه دارید با ایزوله کردن خودتون، با قرنطینه کردن خودتون، با این حالتی که الان در کشور هستش و در خونه هامون بمونیم و اعتصابات گسترده رو ادامه بدیم. سپاسگزارم از اینکه این ویدیو رو نگاه کردید. لطف کنید اینا رو منتشر کنید که تعداد بیشتری از مردم کشور بتونن اینو ببینن. پاینده و جاوید باشید.